درود بر بینندگان گرامی برنامه زرتشت، آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی که در برنامه زرتشت تقدیم شما میشه. در سلسله برنامه هایی که جنبش رنسانس در برنامه زرتشت ارائه میکنه درباره جستارهای گوناگونی گفتگو میشه، از تاریخ، فرهنگ، اصول اندیشه و باورهای ایرانی و خلاصه هر آن چیزی که به فرهنگ و هویت ایرانی مربوط میشه. در گفتگوی امروز میخوان درباره خردمداری و اهمیتی که زرتشت، این فیلسوف بزرگ نه تنها ایرانی آریایی بلکه در واقع این فیلسوف با ارزش جهانی درباره اش گفتگو کرده و اهمیتی که زرتشت برای خرد قائل بوده و چرا این اندیشه با اندیشه های دیگری که ما معمولا در ادیان دیگر میبینیم تفاوت داره. و مهمان امروز برنامه خانم دکتر الیکا بقایی هستند که با من در برنامه های دیگه هم شرکت کردن و ما با هم گفتگوهای بسیار پرباری رو تا کنون خدمت شما ارائه دادیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی، خوش آمدید به برنامه خود. درود بر شما آرتمیس عزیز، خوشحالم که با شما هستم و درود میگم به همه بینندگان خوب برنامه که حتما خداوندان جان و خرد هستند خودشون و برنامه ها رو میبینن و استفاده میکنن. سپاسگزارم. ما امروز همونطوری که من در آغاز برنامه اعلام کردم میخوام درباره خردمداری در باور زرتشتی گفتگو بکنیم، ولی مهمترین، درسته که مهمترین چیزی که به جهانیان برای نخستین بار زرتشت معرفی کرد خرده، یعنی در واقع تمیز نه فقط بین سود و زیان انسان بلکه تمیز بین نیک و بد، و این موجب میشه که در باور زرتشتی ما چیزی تحت عنوان گزینش داشته باشیم. وقتی که تمیزی بین نیک و بد وجود داره، برای انسان هم این حق قائل شده در این باور، در این نگاه توسط زرتشت، که انسان ها میتونن خودشون این آزادی رو داشته باشن که نیک رو برگزینن یا بد رو برگزینن و در اثر این گزینش خوب ها و بد های سر راه زندگی شما میاد که نتیجه مستقیم گزینش خودتونه، به اصطلاح همون چیزی که ما به نام سپنتا مینو و انگر مینو میشناسیم، سرشت نیک و سرشت بد، و اون چیزی که در اثر گزینش هر کدوم از اینها در زندگیمون میبینیم که در ادیان دیگه از اون به بهشت و جهنم تعبیر میشه. خواهش میکنم شما برای ما در باره این آزادی گزینش در باور زرتشتی آغاز کنید گفتگو رو. خب آرتمیس جان، من برای شروع، چون این بحث خیلی گسترده است و منم انقدر حرف دارم برای گفتن در این مورد، که میخوام از اول از جایی شروع کنم که شاید خیلی از دوستان و همه شماها میدونید، که وقتی که ما بحث دین رو میکنیم، این خود واژه دین، حتی اون شکلی که در واقع در ادیان سامی یا ابرانی استفاده میشه، با اون شکلی که در واقع در اوستا کاربرد داشته متفاوت بود. یعنی اون شکل در واقع در ادیان اسلامی به این شکل تعبیر میشه که یک پیامی الهی وجود داره که خداوند اون رو از طریق یک پیامبری به مردم میرسونه و مردم باید عیناً اون رو اجرا بکنن. ولی وقتی که به اوستا میرسیم، این واژه یک ریشه داره که در واقع دعینا هستش. یک شکل اصلی اون دعینا بوده که به معنای وجدان بیشتر میشه اون رو به کار برد. اما وقتی که ما میخواییم به دین برسیم و ببینیم که اون دین چه شکلی داشته، یعنی آیا یک پیامبری به نام زرتشت وجود داشته که پیامها رو میگرفته و اون رو عیناً به مردم میگفته و از اونها میخواسته که هر چی اون میگه، حالا بدون هیچ گزینشی در یا هر حق انتخابی برای رد یا قبول اون رو بپذیرن. من برای پاسخ به این سوال میخوام که اشاره به یکی از بندهای خود گاتها بکنم. در بند 2 هات سی، خود از زبان زرتشت ما چنین چیزی رو میبینیم که میگه شما به سخنان مهین من رو گوش کنید، با
اندیشه روشن به آن بنگرید و میان این دو آیین خود تمیز دهید. و در اینجا خب تمیز دادن رو وی چیسا استفاده کرده که پیشوند وی ما میدونیم که در واقع برای جدا کردنه به کار میره، یعنی واقعا تمیز دادن و جدا کردن دو مسیر، دو آیین رو ذکر کرده که در اون با اندیشه روشن خود فرد میخواد تا این کار رو انجام بده. و پیش از آن که روز واپسین فرارسد هر کس به شخصه، و در اینجا باز هم تاکید میکنه نرم نرم، یعنی فرد فرد، نگاه کنی که چقدر براش مهم بوده و تاکید میکنه که این تویی که داری انتخاب میکنی، من فقط یک مثل یک اندیشمند، یک کسی که با اندیشه خودش فهمیده و تونسته با اون خرد الهی، خرد در واقع جهانی ارتباط برقرار کنه، میام و به تو میگم مثلا یه چنین چیزی وجود داره، ولی این که تو بیای و این رو بپذیری یا نه باز هم برای خودتوه. و از اون میخواد که هر کس به نوبه خودش اون راه خودش رو اختیار بکنه. و نمونه هایی از این دست، نمونه هایی ما داریم از داستان هایی که نشون میده چقدر این واقعیت داشته و در عمل مردم به اون باور داشتن. ما میدونیم که اسطوره ها در واقع حقایقی برخواسته از باورهای مردم بودن، حقایق داستان ها یا در واقع یک اصلی در باورها و حقیقت داشتن. برای نمونه میخوام مثلا نگاه بکنیم به داستان گرشاس. ما میدونیم که گرشاس یکی از قهرمانهای بزرگی بوده که از اوستا تا حتی متون پهلوی تا حتی در متون زرتشتی به زبان فارسی ما از اون یاد میکنیم. این گرشاس قهرمانی بودش که بسیار دلاوری ها میکنه و حتی اهریمنی رو از بین میبره که میتونسته اجای شاخداری رو به قول خودشون از بین ببره، که میتونسته جهان رو، جهان اهورا داده رو در واقع نابود کنه. ولی یک اشتباه میکنه و آتش رو روی بدن یک اژدها روشن میکنه. پس در نتیجه اون اژدها میسوزه و از اون سوزش آتش برمیخیزه و آتش میفته. به روز داوری میرسیم و اهورامزدا میاد و شکایت ها رو میشنوه و خوبی ها رو میشنوه. و زمانی که آتش میاد و از گرشاس شکایت میکنه که چرا باعث شده تا اون به زمین بیفته، ما میبینیم که اهورامزدا در ابتدا میاد و گرشاس رو مقصر میدونه، ولی در نهایت این گرشاس این حکم، حتی این حکم حکم قطعی نیست، یعنی به گرشاس اجازه داده میشه تا بیاد و از خودش دفاع بکنه و گرشاس میاد خوبی های خودش، دلاوری های خودش، سابقه خودش رو برمیشماره و در نتیجه میتونه رأی رو برگردونه و در نتیجه به همون بهشت بره. خیلی جالبه که این نمونه نشون میده که حتی ما تفاوت در نگاهمون به خداوندی که میشناسیم در هر دین داشتیم، یعنی ما حتی میتونیم حرفی رو که خداوند زده حرف مطلقی ندونیم، ما حتی میتونیم نسبت به اون فکر کنیم، اون رو رد یا قبول بکنیم. نمونه دیگرش داستان جمشید هست. خب حتما شما میدونید آرتمیس جان که در سرگرد دوم وندیداد زمانی که زرتشت میپرسه که چه کسی رو پیش از من پیامبر کردی، اهورامزدا اشاره میکنه که من جم رو از اون خواستم که پیامبر باشه و اون قبول نکرد و گفت من برای این ساخته نشدم، ولی من میتونم شاه باشم و جهان رو فراختر کنم و خداوند قبول میکنه. نگاه کنیم که چقدر ما جسارت و جرأت داشتیم، ما چقدر میتونستیم با خیال خودمون حتی روی اون رأی خداوند نظر دیگه ای رو بدیم و از طرف اون خدا پذیرفته شده بود. خب این نشون میده که حتی ما نگاه ترساور نسبت به خداوند نداشتیم و این خیلی ارزشمند هستش، چون که ما وقتی که میخوایم یک دین رو
در واقع یک باور رو، اینطور که در همون حادثه بند دو که ذکر کردم واژه دین استفاده نشده، در واقع واژه آورینه استفاده شده که از ریشه ور هستش و همون ریشه ایست که در واژه باور وجود داره و بهترین تعبیر از اون هم همون باوره. اگر ما در باور زرتشتی نگاه بکنیم در مقایسه با باور ادیان ابراهیمی، ما در جای جای اون میتونیم رنگ گزینش رو ببینیم و از همین رو هستش که خداوندش، خداوند خرد از ریشه من، دست راستش ایزدیه که مشاورش ایزد بهمن هستش. ما از طریق منح میتونیم در واقع خیلی کارها رو انجام بدیم یا فکر کنیم و اون نیروی گزینش ما برای انتخاب مینو هست که باز هم از ریشه من یا خرد هستش. و یکی از مهمترین چیزهایی که میشه به اون اشاره کردش همون برای نمونه حق هایی است که در این ادیان نسبت به دین زرتشت وجود داره. اگر ما نگاهی بکنیم به ادیان ابراهیمی می‌بینیم که اون وارد تمام جزئیات شده، همه ریز زندگی شما رو که در واقع میتونیم بگیم حق شما نسبت به دولت هستش، یعنی حقهایی که دولت میاد و از مردم میگیره و اگر انجام ندن میتونه موجب ترس، موجب مکافات یا خیلی چیزهای دیگه بشه. این ادیان یک شکل حکومتداری رو در واقع تعریف میکردن، در حالی که ما میبینیم که حتی میتونیم در داستان جم، در همین داستانی که اشاره کردم، به این برسید اصلا بحث دین و پیامبری رو در واقع از بحث حکومت و شاهی جدا کرده بود و اصلا قصد اولیه اون ایجاد یک حکومت نیست، اون قصدش ایجاد یک باور و اندیشه که بنیادی در جامعه است که با اون بتونه به مردم اجازه بده تا خوب و بد، نیک و در واقع بدی رو از هم تمیز بده یا تشخیص بده. و به عبارت دیگه الیکا جان، در واقع در آموزش و شناخت آیین زرتشت به خاطر اینکه زرتشت خرد رو مقدس میدونه، این خیلی مسئله مهمیه. شما در هیچ باوری در جهان به اندازه باور زرتشت، چون پیشتر از همه باورهای دیگه است، یعنی شما ممکنه بگین در بوداییسم هم ما به خرد مثلا اهمیت میدن، حالا به نوع دیگری، اما یادتون باشه بودا چیزی حدود 2000 تا 2500 سال پیش زندگی میکرده، در حالی که زرتشت حداقل زمانی که با ما فاصله داره چیزی حدود 3700 ساله. به عبارتی برخی هم اعتقاد دارن حتی بیشتر، تا 8000 سال هم برخی عقب بردن. البته برخی هم میگن که چند تا زرتشت بوده، یعنی چند تا فیلسوف خردمند ما در تاریخمون داشتیم. حالا کاری به این مسئله نداریم، مهم اینه کسی که خرد رو در جهان مقدس بدونه، نخستین کسی که اصلا خرد رو به جهانیان معرفی میکنه، که یعنی شما فقط نباید عقل رو توجه بکنید، تمایز بدید بین سود و زیان خودتون، بلکه باید به نیک و بد هر چیزی توجه بکنید. به عبارت دیگه عقلی که همراه با اخلاق باشه که خرد نامیده شده، این رو وقتی شما فردی مقدس بدونه، یعنی این که شما اعتقاد دارید هر کس که داناتره برتره، هر کس خردمندتره برتره و درک شما از تمام هستی بر مبنای خرده، نه بر مبنای به اصطلاح گزینش کورکورانه یا پیروی کردن کورکورانه از کسی که به شما یک حرفی رو میزنه و شما بدونین که اجازه داشته باشید به خوب و بد حرفی که به شما زده شده اعتراضی کنید، باید تسلیم باشید و بپذیرید. این نخستین تفاوتی است که آموزه های زرتشت با همه آموزه های دیگری که پس از اون چه فیلسوفان دیگه موردن برای شما و چه کسانی که خودشون رو پیامبر نامیدن
خواستن در جامعه انجام بدن تفاوت بنیادینی داره. وقتی شما براتون خرد مقدس بشه، در نتیجه شما میایید اندیشتون رو به کار میندازید که سرآغاز و سرانجام هستی رو با اندیشه فکر کنید بهش. ببینید چه خبره اصلا، شما چه جوری بودید، چگونه میتونه این جهان اومده باشه و چگونه میتونه به پایان برسه و سرچشمه همه اینها از اون منش نیک برای شما شناخته میشه. به عبارت دیگه زرتشت اعتقاد داره شما وقتی خرد رو سلوه خودتون قرار بدین و شروع میکنید به اندیشیدن، به چی میرسید؟ این که در جهان چیزی به صرفه به خودی خود خوب و چیزی به خودی خود بد نیست. خوبی و بدی رو گزینش های شما برای شما ایجاد میکنه و سرچشمه همه اون چیزی میشه که در انتظار شما در زندگی قرار میگیره، به اصطلاح در انتظار شما خواهد بود. و این شما رو نفی میکنه از ایستایی، از سکون. چرا؟ برای که گزینش در زندگی شما مدام انجام میشه و شما همینطور که دارید میرید جلو تو زندگیتون، هر آن شما سر یک دوراهی هستی که باید یک گزینش جدیدی بکنید و برای همین شما هیچ وقت واپسگرا نمیشید، هیچ وقت هم ایستا نمیشید. اینم تفاوت دیگر اندیشه زرتشت و باور زرتشتی است با اندیشه های دیگه که شما رو فقط واپسگرا و ایستا میذارن. برای چی؟ برای که شما اجازه تفکر ندارید. وقتی شما اجازه تفکر نداشته باشید و انتخاب جدیدی نتونید بکنید، هی باید خودتون رو تکرار کنید، هی باید زنی زمان برای شما یک جا می ایسته و شما باید فقط همون خوب و بدهایی که یه روزگاری برای شما یک نفر اومده گفته فقط این خوبه فقط این بده، شما باید بر مبنای همون بمونید. در نتیجه اندیشه شما پویایی پیدا نمی کنه و شما نمیتونید جهان شمول بشید، نمیتونید زمان پیدا می کنید. اندیشه زرتشت زمان نداره. تا قیام قیامت و هر آنچه که بشر به این دنیا بیاد و بره، این اندیشه نوعه. چرا؟ برای که خرد همیشه در تکاپو میمونه و ایستا نیست و گزینش همیشه وجود داره برای شما. موافق هستید با این که کاملا درسته؟ مهمترین نکاتی است که باور زرتشتی داره که ایستایی نداره، پویاست. اتفاقا در همین مورد یکی از چیزهایی که خیلی دوست دارم به اون یک اشاره بکنم، این قوانین در واقع قوانین نیست، به ما دیکته نشده، حتی امر نیست، ولی چیزیست که ما حتی از نظر خردورزانه هم میتونیم به اونها برسیم. میخوام یک مقایسه داشته باشم بین برخی از اینها با قوانینی که برای نمونه در منشور حقوق آمریکا در اصلاحیه ها و مطمئن قانون اساسی آمریکا، که در واقع شما میدونید آرتمیس جان، آمریکا چیز خاصی، شاید خیلی از چیزهایی که ما در شرق میبینیم اون تنوع یا خیلی چیزهای دیگر رو نداشته باشه، و اون چیزی که آمریکا رو تبدیل به یک ابرقدرت میکنه در واقع همون قوانین اون هستش. اما یکی از مهمترین این بخش این قوانین چیزی هستش که من اگر بگم که نخوام بگم همه اونو میتونم در دین زرتشتم ببینم، دست کم میتونم 90% اونها رو پیدا بکنم. یکی از این قوانین که خیلی جالب به اون در واقع میتونیم برسیم، برخلاف خیلی از باورهایی که خیلی ادیان و پیروان اون دوست دارن تا یک دین رو در واقع دین صلح‌جویانه یا دینی معرفی بکنن که خیلی خوب افراطی است، حالا بگذاریم از این که اگر مثلا شما پیرو دین مسیحی باشین، میان میگن که خب وقتی که یک طرف سیلی میزنن میگه که اون طرف هم بیار تا سیلی بزنه، در حالی که در خود این کتاب مقدسشون گفته شده که این دین برای شمشیر اومده نه برای شریعت. حالا بگذاریم که این رو زیاد گفته نمیشه و روش تمرکز نمیکنن، ولی بیشتر دلشون میخواد این دینی صلح‌جویانه باشه و خیلی میخوان تلاش بکنن تا در واقع ملی‌گرایی یا حق دفاع از خانه، مال، محله، روستا یا کشور رو از تو بگیرن. خب ما میدونیم این در اینجا در جهان همین اندیشه گلوبالیست یه جورایی داره تبلیغگر همین باور میشه که خیلی هم مضره. در حالی که خیلی جالبه
که در دین زرتشت چنین چیزی گفته نشده. ما در دین زرتشت در حد 31 و بند 18 داریم میبینیم که گفته شده اگر که کسی در خانه، در خانمان، ده، روستا یا کشور شما تباهی و فساد بیاورد، با ساز جنگ، که در واقع اون ساز جنگ که گفته شده سازیست که از جنس آهن یا پولاد هستش، با این ساز اونها رو برانید، یعنی که به شما اجازه میده شما اون چیزی رو که دارین و مالک اون هستید از خونتون گرفته تا کشورتون شما پاسداری بکنید. شما مثل دین اسلام حمله نمی کنید، حق کسی رو نمی گیرید، زمین کسی رو نمی گیرید، به خانه کسی هم تجاوز نمی کنید و مانند اون چیزی که در مورد دین مسیحیت گفته شده نمی شینید تا بیان به شما بدی کنن و شما فقط نظاره گر باشید. در اندیشه زرتور به شما گفته میشه که شما باید مدافع خونه و از خونه تا محله تا روستا تا کشور خودتون باشین، چنانچه دیگران هم این حق رو دارن. و نگاه کنید که این چقدر میتونه خودش در واقع یک جورای صلح رو بیاره، ولی در این حال به شما حق مالکیت رو، حق دوست داشتن اون چیزی رو که دارین یا دفاع از اون رو به شما میده. در دین زرتشت ما بیشتر میبینیم که تمرکز شده روی حقوق مردم، نمیاد به شما بگه که شما باید این کار رو نسبت به شهریارتون بکنید. و جالبه که ما در حات 31 میبینیم که گفته میشه که وقتی که شما از این زدان پیروی کردین، در نهایت من آرزومندم از برای خیش شهریاری میروند، یعنی حتی زمانی که میاد و به یک عنصر سیاسی اشاره میکنه، ولی از برای خیش. و برای چی؟ برای اینکه بتونی بر دروغ چیره بشیم. یعنی اگر تو یک دولت هستی، دولتی نیستی که بیاد و به مردم زور بگی، تو دولتی رو باید بذاری که به مردم خدمت کنه و برای اونها باشه. نگاه کنیم که این اندیشه و چنین اندیشه‌ای میتونه قابل مقایسه باشه با کشورهای جهان اول امروز و در واقع یک اصل بنیادی و به قول شما باطل نشونده باشه. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که این در اون تاریخ بوده، به خاطر اینکه ما خیلی اوقات در مورد تفسیر ادیان همین رو میگیم، این در اون زمان، در اون دوره، در این شرایط بوده و در نتیجه الان کارکردی نداره. ولی در مورد دین زرتشت چنین چیزی نیست. شما حتی همین امروز میتونید اون رو پیاده بکنید و ببینید که داره اجرا میشه و با همین یک گفتار ما داریم یک ابرقدرتی مثلا مثل آمریکا رو میبینیم که تمام مدت مردم دارن دنبال این هستن تا حقش رو از مردم بگیرن. و در این منشور ما 8 حق از 10 تا حقی که داده شده مال مردم هستش. و جالبه که در دهمین بند در واقع اومده و گفته اگر حقی هست ولی در اینجا نیومده، اون حق رو هم به مردم بدید. سپاسگزارم خانم دکتر بقایی. ما میریم یک میان برنامه میبینیم، باز میگردیم ادامه این جستار رو با هم